هایی که در این مدت خود شما یعنی خانوادتون متحمل شدین تا سندی باشه برای اثبات همون حقیقتی که در ابتدا گفتم، اینکه چطور دامنه این شکنجه فقط به اون زندانی که در سلول هست محدود نمیشه، این دامنه در ابعاد یک ملت گسترش پیدا میکنه. درسته؟ یک بار که مادر بزرگم رفتو داد به خاطر همین درگیری و فلان اینا، پدرم می‌خواستن اعدام کنن، حکم اعدامش شما دادیدن، گفتن می‌خوایم اعدام کنیم. هر روز به ما میگفتن، هر روز ما منتظر بودیم فردا اعلام کنن به ما. مادر بزرگم سراسیمه رفت به تهران، گفت که بره پیش رئیس قوه قضاییه به اسم شاهرودی، سردشخیم شاهرودی، که می‌خواست یه ملاقات بگیره که مثلا یه کاری برای بابا میکنن، چون ما تو اون چیزو فکر کردیم مثلا میشه کاری کرد. بعد به پدر به مادر بزرگم یه برگه دادن، تو یه نامه، این نامه دادن آورده بود برای کرمانشاه، از تهران گرفته بود. بعد آورد کرمانشاه، گفت پسرم این نامه رو به من دادن، من سواد ندارم، گفتن که این نامه خوبه فلانه، مثلا به حالت امیدواری میگفت. ما هم درش چسب دادن، اتو گذاشتیم روی چسب، چسب رو در آوردیم، توش رو خوندیم، توش نوشته بود که چون قبلش ما حکم اعدام دو تا حکم اعدام نشون دادن، یه حکم ابد، بعد نوشته بود که قاضی فلان فلان اجرای احکام فلانی مال زندان کرمانشاه و دادوسای ضد انقلاب کرمانشاه و اشد مجازات این حکم رو اجرا کنی. وقتی اینو ما خوندیم همه این یک انگار به طور واقع این چیز شده، همه بلند شدیم رفتیم در زندان، که اونطوری بود که مادر بزرگم رفت یه نامه بگیره که مثلا یه کاری برای پدرم بکنه. اون دشمن بالات نمیدونست که یه دشمن بالاتر سخت‌سرتر از این جلاده پایین دستشه و جلادتره، که نوشته بود که به اشد مجازات این حکم اجرا کنی، که در آخرم این حکم اجرا کردن و پدرم هم به اون آرزوش رسید و پایداری کرد و ایستاد و نشون داد که در این شرایط میشه مقاومت کرد و ایستاد جلوی رژیم به این خونخواری. روح شاد و یادش زنده و جاوید. خب الان از بابا گفتین،